یک فروند بوینگ 737-800 با 132 سرنشین در نزدیکی شهرستان تنگ در منطقه گوانگشی در جنوب چین سقوط کرد. جزئیات بیشتری هنوز منتشر نشده، اما گزارش شده که هواپیما کاملا متلاشی شده. سازمان هواپیمایی غیرنظامی چین در بیانیه ای سقوط هواپیما را تایید کرد و گفت که امدادگران به محل سقوط هزام شدند. هواپیما 123 مسافر و 9 خدمه و 6 سال عمر داشته و از شهر کونمینگ عازم گوانگژو بوده. یکی از افراد محلی به خبرگزاری فرانسه گفت هواپیما در جنگل‌های کوهستانی اطراف سقوط و آتش بزرگی ایجاد کرده. سایت فلایت رادار 24 که ترافیک هوایی را رصد می‌کند می‌گوید ارتفاع هواپیما در عرض 3 دقیقه از حدود 8900 متری به 1000 متری کاهش یافت و بعد ارتباط با اون قطع شد حدود 45 دقیقه پیش از ورود در مقصد. شرکت هوایی چاینا ایسترن، یکی از سه خط هوایی بزرگ دولتی چین و یکی از بزرگترین شرکت‌های هوایی آسیا است. به گفته شرکت اطلاعات هوایی OAG، چاینا ایسترن از نظر مسافر هفتگی بزرگترین شرکت چین و ششمین در دنیا است. وبسایت این شرکت به رنگ سیاه و سفید در اومده که نشانه سقوط هواپیما است. بر اساس گزارش‌ها گمان میره که همه سرنشینان کشته شده باشند. گروه‌های امداد به محل حادثه اعزام شدند. هنوز علت سقوط هواپیما مشخص نیست، اما گفته میشه که شرکت هواپیمایی چاینا ایسترن فعلا پرواز تمام هواپیماهای مشابه خودش رو متوقف کرده. به گفته رابین برند خبرنگار BBC در چین، سقوط هواپیماهای پرسرنشین در این کشور اتفاق نادری است و امنیت پرواز و استانداردهای هوایی در چند دهه گذشته پیشرفت بسزایی داشته. آخرین بار در سال 2010 یک هواپیما در شمال شرقی چین در مه سقوط کرد و 44 نفر از 96 مسافر آن کشته شدند. هرچند شماره دقیق جانباختگان در نهایت اعلام نشد. بزرگترین سانحه هوایی چین در سال 1994 بود که سبب مرگ 160 مسافر شد. دقایق پیش ویدیویی با عنوان لایو اینترنتی از ثانیه های آخر سقوط هواپیمای چینی در فضای مجازی منتشر شد و از سوی رسانه ها مورد بازنشر قرار گرفت. اما واقعیت این امر اینه که این ویدیو ربطی به سقوط هواپیمای چینی نداره و مربوط به سقوط هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی در مارس 2019. توجه به لوگوهای روی بالهای هواپیما نشون میده که برخی رسانه ها به اشتباه این ویدیو رو به سانحه تلخ سقوط هواپیمای چینی ارتباط دادند. برای اطلاع از اخبار بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره.